دوست عزیزم، سلام عرض میکنم. شفیع عیار هستم. امروز 11 آگست سال 2016 میلادی است، اگر اشتباه نکرده باشم. شما را خوش آمد میگم با مشاهده دونه ابریشم یا سلک رود تیوی. امیدوار هستم که آهسته آهسته شما به تلویزیون ما مراجعه بکنین و آهسته آهسته ما یک شکل منظم بگیرین و در قسمت امیدوارستم شما کمک کنین. یک تعداد دوستایی که ما را نمیفهمند و وقت ما را نمیفهمند بر از اونا احوال بتین. علاوتا برنامه های ما را در یوتیوب یک تعداد انوزه هم نمیتانند پیدا کنند. از شما کمک میخوایم که با همراه از اونا گپ بزنین. لاین تلفن ما در روی پرده است، 714-202-2537. شما میتانین که تلفن بکنین و انتقادات، نظرات، پیشنهادات خود را شریک بکنین. قسمی که ما در گذشته گفتیم، برنامه لایف ما ببخشین، در واقع برنامه ما نیست، برنامه مشترک ما و شما است. ما خوش دارم در این برنامه نظرات شما را بشنوم، پیشنهادات شما را، انتقادات شما را، و علاوتاً خوش دارم که هموطنهای عزیز ما از شما بشنوند. ما برنامه یکی دو برنامه که در هفته میکشم او کاملا برنامه ما است. ما و شما در روژ بحث نمیکنیم، در روژ با کدام طریق دیگه کمیونیکیت نمیکنیم. ما برای شما میگم و در این برنامه شما میتونین برای یکی دیگه تان بگوین، برای ما بگوین و ما با هم میخواییم که با یکی دیگه مطالبه بحث بکنیم و یک هم نظری و هم سویی به وجود بیاریم. و همیشه به یقین هستم که بدون یک هم نظری خوب ما نمیتونیم همسو باشیم، هم قدم باشیم، هم گام باشیم. اگر ما این وطن بخواهیم نجات بدیم، این به تفنگ نمیشه. اولین چیزی است که در اینجا کل ما عین رقم فکر کنیم. چطور میتونیم در اینجا کل ما عین رقم فکر کنیم؟ وقتی که معلومات ما همگون باشه و او کفایت نمیکنه. وقتی که معلومات ما همگون بود، با زاویه دید ما، طرز برداشت ما از معلومات ما باید همگون شود. اون وقت ما و شما در یک صف قرار میگیریم، عین نظر می داشته باشیم و با عین جهت حرکت و در سر راه خود با میلیون ها نفر دیگه با نظر خود سر می خوریم. اون وقت است که ما یک حکومت گنده و میتونیم سرنگون کنیم و یک حکومت او با قانون و یک حکومتی که دز نباشه، خائن نباشه، نوکر نباشه، جاد بکنه، یک قانونمندی به وجود داریم. این حکومت فری یک حکومت دزه، یک حکومت نوکر خارجی است، یک حکومت طالب و داعش و اشرف و کرزه و غیره و غیره است. این دزا باید از بین برن. فرق نمیکنه که با کدام قوم یا مربوط است، با کدام تبار و از کدام شبکه جاسی اینا اقدام شدن. اینا باید از بین برن و با احتمال زیاد ما با یک قشن نو ضرورت داریم. جوانای خود، بخصوص جوانای تحصیل کرده خود، امروز ده ها هزار هموطن جوان ما میگروزه به طرف برای از اینکه بیچاره است، برای از اینکه نمیفهمه چی کنه در وطن خود. اگه او بفهمه که من میتونم وطن خود نجات بدم، یک راه حل به وجود بیارم و یه حکومت سرنگون کنم، شما باور کنین که در هیچ جای او نمیگرده. اما اینا میگریزن به خاطر که ناامید هستن، به خاطر که اگر نظری و یک همسویی وجود نداره. اما اگر که ما با هم هم نظر شویم، معلومات ها و نظرات خود شریک سازیم، در اون صورت این هموطنهای ما عوض از اینکه بگروزن، اینا در سر جای خود ساد میشن. ما قوهای خود با هم یک جای میکنیم، قوهای مغزی خود، فکر خود، برداشت های خود، تجارب خود با هم میمانیم، دست به دست میشیم و باور کنین وقت که یه حکومت اصلا مثل تای شالی میشه در سر یموتی راشویل نیم یک شاخی میگفتن، در سر شاخی همتو بپرانین، اینا مثل که از گندم و از برنج دامشان و با شمال که آمده بودن، با مو شمال
دوباره میرن. لاین ما باز است. برنامه لایف ما برازی است که شما زنگ بزنید، نظرات خود، پیشنهادات خود بگوید. و وقتی که شما زنگ میزنید، ما میتونم که تبصره های خود را پیش ببرم. اما باید داشته باشین این برنامه ما برنامه لایف ما نیست. ببخشین. یعنی ما منظورم از برنامه لایف است از ما. اما ما منظورم نیست که برنامه را اسم پیش ببرم یک ساعت دیگه ما برای شما گپ بزنم. اگر ما بفهم که مثلا برنامه لایف هم موفقانه نیست، هنوز هم وطنهای آموخته نیستن اینا، ما برنامه لایف خود باز پیش نمیبرم به خاطر از اینکه ما هم وقت خود دیگه میتونم مصرف. ولی برای یک ماه یا ما یک امتحان میکنم که ما ببینم که چی رقم میباشه. شما میفهمین که امروز در ولایت های مختلف کشور ما جنگ و شدت جریان داره. این حکومت کسی و حکومت کرزی در 15 سال گذشته وعده داده می رفتن که ما به خاطر که در وطن ما صلح به برادر طالب خدا آوردیم، از جنگی که تنها در قندهار بود یا جنگی که تنها در یک گوشه هلمند بود یا جنگی که در یک گوشه پکتیا بود، امروز در 18 ولایت مملکت ما و شمول آرامترین جای مملکت که بلخ باستان ماست، در اوج هم امروز جنگ و انتحاری وجود دارد. یعنی اینا زمان می خریدن آقای اشرف غنی و آقای کرزی. امروز ارتش ما در حال می جنگه که یک لقمه نان بر از یار رسانده نمیشه، اسلحه و مهمات بر از یار رسانده نمیشه، ولی طرف مقابل، طرف طالبا، نان و آب و یک معاش با مراتب بلندتر از یاد داره. پاکستان و شبکه‌های جاسوسی برای طالبا معاش 500-700 دلار در یک ماه میده. یک حکومت کثیف 2.5 بیلیون دلار کرده و همکار طالب و گلبدین و اخوانی و شورای کویته و غیره و غیره است. اینا امو پیسه ها را دوزی میکنن و از او تنها و تنها مبلغ 200 دلار برای عسکر ما میتن. 200 دلار که گاهی میتن و گاهی هم نمیتن. و در امو شفاخانه که عسکر ما به سخت تداوی میشه، اونمو مکان طالبا در یک سطح پیشرفته تر است. یعنی طالب، کماندانایش، عسکرش وقت دخشه در میجا آورده میشه. و شما تا حال دو دفعه دیدین رئیس استخبارات طالبا در بغلان زخمی شد، در موتر کماندان امنیه یا کدام قرارگاه میدان وردک از بغلان آورده میشد در کابل که گیر آمد و حالت داشت کردن. و در این روزا یک آقای دیگره با موتریق از اون می آورد شفاخته که امروز داوکان ماندن نام شفاخته داره در اونجا برد می آوردن. یعنی عسکر ما کشته میشه، عسکر ما نان نداره، عسکر ما اسلحه نداره، اما طالبا تداوی میشه، طالبا نان دارن، طالبا زندگی خوب دارن و عظمه کده مهمتر که به عیس قهرمان ها میجنگن. یعنی کسایی که نوکر عیسای در افغانستان خود قهرمان گرفتن و مردم دیگر به نام جاسوس و به نام کافر میکنن، در حالی که خودشان مزاره تریاکه با پیش میبرن، خودشان نوکر هستن. ولی بفرمایید دوست عزیزم. سلام عرض میکنم. سلام عرض میکنم دوست عزیزم، بفرمایید. علی هستم از کانکارد کالیفرنیا، شما رو زحمت میدید. خوش میان آقای علی، بفرمایید. خواهش میکنم. میخواستم خواهش داشتم از شما و از دوستان و رفیقان که هم تنگر هستن به دل شما، همچنان خودم هم. ببینید آقای عیار، یک مشکل ما اصلا در امریکا داریم. بله. و این مشکل خود به هر شکل که شده توسط لابین، توسط مظاهرات، توسط پیشنهادات تحریری و کانگرس امریکا و خود اوباما، باید ما یک دستاویزی داشته باشیم که افغانستان به خون غصه میخوره مردمش.
و تا که این خبر به تفاوتی در مقابل مردم افغانستان میشه و این حکومت برشان اونا میفهمن که حکومت چی نویه حکومت هست اون دعام اونا جرات از دیره ندارن که در آینده در صلاح و بیبود کشور ما کدام کار بکنن اونا کلیدی بر مفاد خود آمدن و هر کدام بهره میبرن از خاک و از پیداوار و از مردم ما اما وظیفه ما چی است؟ وظیفه ما نیست ما باید به دور هم فیزیکلی دور بخوریم فیزیکلی یک جای باشیم تا بتانیم دولت امریکا را کانگرس امریکا را متقاعد به این بسازیم که برادر دختر پاکستان در افغانستان خدمت کرده نمیتاند پاکستان بالفعل در خاک افغانستان حضور دارد همونطور که شوروی در خاک افغانستان حضور داشت امریکا در مجاهد کمک کرد امروز که پاکستان حضور دارد کی میتواند که برش کمک بکنه برای مردم افغانستان و دولت افغانستان یک دولت دستشانده و خاین و دزد و با صدها رضالت و پستی دیده اینا این امور مملکت را پیش میبرند من یک خواهش دارم ما باید جلسات فیزیکلی جلسات خود در واشنگتن در کالیفرنیا در کانادا برگزار کنیم مردم را به گرد خود جمع بکنیم درخواست نمیشته کنیم به کانگرس امریکا که به حال مردم ما رحم بکنن در غیر از او ما نمیتونیم که جلال پاکستان را بگیریم و جلال اشرف غنی یا از به اصطلاح از کسایی که در رأس قدرت هستن و کلی از اونا فاشیست هستن که ما میفهمیم که چی حال در افغانستان جریان داره پیسه چور میشه مال و نوامی چه مردم چور بشه در هر کجا یک سرک بنام یکی بنده میشه یک سرک بنام دیگه یک سرک بنام دیگه چاروالی در هیچ شهر از افغانستان وجود نداره قماندان در هیچ شهر از افغانستان وجود نداره امروز یا دیروز آقای عبدالله استاد شد صراحت رو به صراحت لحجه گفت که من از آقای غنی شاکی هستم و دو بار یا سه ما میشه که من آقای غنی رو ندیدیم و بازم پاسه تو تلفون مخواستم که عدم اشتراک خود در جلسات اعلام بکنم شما ببینید که وضع افغانستان به کدام پیمانه خراب است وضع کشور به کدام پیمانه خراب است وظیفه ما تنهایی نیست که ما بریم از رسانه ها صحبت بکنیم وظیفه ما این است که ما هوشیارانه حرکت بکنیم و در امریکایی حرکت در ایران پسیم در آلمان پسیم در هلند پسیم در انگلستان پسیم مردم گپ ما را گوش نمی کنند اما دولت امریکا خوب گوش می کنند کانگرس امریکا خوب گوش می کنند فقط خواهش ما این بود که نشستهایی که در گذشته داریم این رو دوباره تکرار بکنیم مردم در این صحبت کنند هم نظر باشند و کلگی در هم جمع شده یک لابی مشترک برای پسیم تا تانسته باشیم کانگرس امریکا را ما بتانیم قناعت بدیم و از شهر پاکستان به شکل خلاص شدیم مثلا نظرم بود خدمت شما عرض کردم با امید موافقت های همیشه دیدم آرزومند هستم من هم بتانیم سهمی داشته باشم و خدمت بکنم تشکر میکنم دوست عزیزم بدون شک در ایرای که روان استیم در یک مرحله بالاخره باید ما یک دو هفته پیش یک برنامه که آزاد او را گذاشتم که یک 3000 نفر در زیر یک تنگ چند منزله استاد دیدن و می دیدن که از او بالا نفر دازه اما که نمیگد که یک نفر بره در میزه رزو یک خالی نبیگیره که همو را نجات بتنم اون نفر مجبور نبود بمارم مثل از اون من نمیفهم چند نفر از اون شد اما 3000 نفر یک نفرش دکلش نگشت و یک نفر از این فکر نکد که بیا بیادر اونجا خالی نه بیا بیادر این 10 نفر میریم و میره جگرخون بودن میخواستن کمک کنن اما نمیفهمیدن چطور کمک کنیم ما فکر میکنیم که 40 سال جنگ مردم ما را بسیار روش کرده در افغانستان تنها نه در کل دنیا و با مشکل ما هموطنهای خودم میبینم که دست خود بر میزنن استاد میشن که بیاین که اینی کار رو بکنیم و طور مثال ما خواهال عملا برای ما کل کارا ممکن نیست ما اولین تمرکز فکریم ایست که
ما هموطنان خود برشان یک پل فکری شام که چطور ما یک نظر مشترک پیدا کنیم. اینال هموطنان ما باید سا بگیرن. از نظر پولی سا بگیرن. از نقطه نظر کار سا بگیرن. از نقطه نظر ترتیب مجالس سا بگیرن. اینمی کار در بین افغانهای ما بسیار کم است. ما آیت نیست که نداشته باشه. ما ایتاد نفرها داریم. یعنی میتونیم که یک مقدار کار کنیم. اما هنوز که امکاری به او اندازه توسعه نکرده که ما بگویم ما یک کمیونیتی هوشیار آماده به کار است. مردم افغانستان هزارها و ده هزار نفر در حال گریز است. عوض که ساچن حکومت چپه کنن یک حکومت نو بسازن، ده ها هزار نفر میگروزه به طرف اروپا، در غرق میشن، کشته میشن، به حیثیت و به آبرو میشن، گشنگی تیر میکنن. اشرف غنی میره $300 میلیون از اروپایی ها میگیره، نگرایشان که پس اونا پس امو بیچاره را که تمام زندگی خودم مصرف کردن و تا ایج آمدن دوباره در وطن رایشان میکنن و زندگی از یا در اوج به نهایت خراب میشه و خرابتر از وقت اینال پیره چطور کنیم؟ از کجا شروع بکنیم؟ تیها در ایجا میتانه که اصلا بگیره ما، شما و کلگی ما. یک جا در هموطنهای ما در قسمت گف و وعده و وعید ما خدا کلگی بسیار خوبه. اما عملا کسایی که دست برمیزنن و به کار میاین هنوزی تعداد بسیار کم است. و کار کده میریم سر از اینکه کسها استاد شوند. مثلا ما امیال برازی که یک مظاهره برا پرتیم در خود واشنگتن دی سی پیش وایت هاوس ما میتونیم حداقل یک نیم 2000 نفر کار است که از جای مختلف سفر کنند در واشنگتن، چی از خود واشنگتن هستند، چی از نیویورک هستند، چی از هر جای دیگه که هستند، اینا در اونجا بیاین با یک نظر مشترک و در اینجا ما بیرقهای بسازیم برازی که امریکا دیگه طالب پشتیبانی نکو. صلح با طالب راه حل نیست، نه برای امریکا، نه برای مردم امریکا، نه برای مردم افغانستان. یکی یک تعداد کمپانی ها در بودن طالب ها و داعش ازش منفعت میبرن اما مردم ها نقص میکنن. بفرمایید دوست عزیزم شفیع یارست. تلویزیونتان پخش کنین لطفاً. تلفونتان رو پخش کنین دوست عزیزم. دوست عزیزم از این باد که زنگ زدین تلویزیونتان همهش پخش کنین، چرا ما یک دیلی داریم. شما یک دقیقه دیگه او رو میشنین از طریق تلفون شما ما رو بشنین و تیزتر میشنین. بفرمایید دوست عزیزم شفیع یارست. آقای سلیمان خوش میان. بفرمایید. محترم من خبر شما رو گفتم که تاپیدن که ما برنامه شما رو میبینم و میشنم. ما خلاوان یک سپاس گذارم و شکر میکنم که ما مثل شما رو در بین نفر داریم. ما حسن بسیار خود تا نمیانه یک نفر رو ندیدیم که رنگ شما برای ما صحبت کنم و ما رو با راه راست نشان بده. از تمام قلب براتون میگویم که تشکر یک جهان و خداوند شما را همیش در آینه داشته باشه و به امن خداوند بسپارم. یک جهان تشکر. خداحافظ. تشکر دوست عزیزم. لطف کنین آقای سلیمان و ما بفرمایید دوست عزیزم شفیع یارستان. ما چانس نیفتم از شما پرسان کنم که از کجا زنگ میزدین و امیدوار استم سلیمان جان همه تو که شما گفتین که از یک سن خورد تا حال کسی ندیدین. ما یقین دارم که سر نخوردیم. نام خدا افغانای هوشیار هم داریم، افغانای کارکن هم داریم، منتها اکتیاد زیاد ما هنوز به یکدیگه سر نخوردیم. امیدوار استم که آیست آیست هموطنهای ما از گوشه ها و کنار های مختلف که در جهان هستن و دوره هم نزدیک شان. بفرمایید دوست عزیزم شفیع یارستان. شفیع یارستان بفرمایید دوست. سلام علیکم محترم شفیع جان عیار، چطور هستین؟ تشکر، شما خوب هستین؟ نه
تشکر زنده باشین. به ارتباط گفت برادرمو که حوال از امریکا گفت زدن، دومان شما تفسره کردین به خاطر از این مظاهراتی که باید پیش واشنگتن برین، پیش وایت هاوس اگر برین، که این مظاهرات براپرتین ما اهل مردمای کانادا هستیم. بله. میشه همونطور یک دوستی که آواز من رو میشنوه که اگر اینجا حاضر شود ما کل ما در یک گفته همون چیز در یک ورق بزرگ کل ما امضا از پشتیبانی از این مظاهره امریکا بکنیم، با خودم با فامیلی با چند فامیلی کسی با افتخار حاضر اینمی کار هستیم. اما متاسفانه بگویم یا خوشبختانه بگویم یا بدبختانه بگویم، تمطور یک شخص تا حال ما ندیدیم که در یک محفل در یک جای یا دو نفری که با هم شیشته باشیم سر این موضوع بس شده باشه یا یاداوری شده باشه. اصلا برای موضوع تا حال برای ما هیچ از ایش طرف از ایش جای از ایش ارگان به اصطلاح یعنی جز گفتار شما ما چیز دیگه نشنیدیم. محترم یارسوی، بله خب ما میدانیم که امیر مده یکی از برنامه های خود مطرح میکنم دمی یکی دو هفته، ما ببینیم که عکس العمل هموطنا چی هستن. اگر ما در پیش وایت هاوس 10,000 نفر هم بریم هنوز کم است. از این تعداد هموطنای ما که در نیویورک و نیوجرسی و واشنگتن است همیا به آسانی 10,000 نفر در موجه میتانن که بین منطقه باید هموطنای ما چند چیز از کلی خود بکشن. مسئله از کی در کدام حزب و کی در کدام لسانه کی در کدام مذهب چیز عمده است که طالب صلح با طالب رای حل نیست و همی حکومت کسیب صرف نظر از کی در مابین ازی هسته این رای حل نیست. باید یک قشن نو در افغانستان را بیافه و حکومت درست در مملکت ساخته شد. امیر ما مطرح میکنم، میشه که مردم امیر بپذیرن، ما شما امیر یک نقطه آغاز برای خود بگیم، میشه هم نپذیرن. مقصد ما کار خودم میکنیم تا حالیم. من شخصا همون چیزی که میتانم یا چیزی که آورده میتانم در سفره مانده، امیدوار هستم که دیگه هموطنهای ما همچنان همی کار کنه، همونطور که شما حاضر هستین، ببینیم که دیگرا چقدر حاضر می باشه. و ما فکر میکنم که اکثر هموطنهای ما حال با می عقیده هسته که می حکومت همی طالب همی گلبدین همی نوکرهای پاکستان هستن و این رای حل نیست صرف نظر از اینکه با کدام گروه. یک تعداد هنوزان با می عقیده هست و اگر ما در وجه ساچهیم یک تعداد مخالف هم می باشه و این مهم نیست، مخالف و موافق در کل جای هست. منطقه وطنهای ما بسیار زود مایوس بشه که ولا کل ما با یک نظر نیستیم، در هیچ مملکت کل مردم با یک نظر نیست. شما همیال هیلری کلینتون میبینین با آقای ترامپ کاملا در دو خود به مخالفه، مردم ها در خود به مخالفه، اما وقتی که منفعت امریکا در کار است کل این همین نفرها با هم هم نظر میشن. ما امیر و ایسایس هم مطرح میکنم در برنامه خود خوارزم ببینیم چی رقم میشه. بسیار زود تشکر از گفتن شما. ما یک نقطه آخر میگم، ما یک فامیل مثلا 6 نفری هستیم. بله. شوهر من هم اولادای من و خودم هستم. مثلا ما و شوهر من نظر هستیم، اما یک اولاد ما در یک نظر است، اولاد دیگه ما نظر دیگه. و گفتی شما تایید از گفت شما وقتی که ما میبینیم با منفعت خوب و خوش اولادای ما میباشه خودشان گرد ما پشت دم و دور میز خودشان گفتی کانادایی ها اوکی میکنن گفت من دیگه وقت شما رو نمیگیرم، وقت برای دیگر ها میتونم، فقط روزگار خوب و خوش هم نظر با شما ما هستم. تشکر، تشکر خانم عزیز، بسیار خوشحال شدم. ما در هفته های بعدی با وجودی که در برنامه های بسیار جای کم است ما این مسئله را اعلان میکنم، ببینیم که عکس العمل هموطنهای ما چقدر میباشه. با فکر ما بسیار یک کار آسانه، بلا ایرانی ها میکاره با آسانی میکنن اینجا. تمام مردم دنیا، اما ما افغان ها یک کم کنتر در کار ساد میشیم و دیگه ای که همیشه می طرف منفی رو بسیار تبارز میده. مثلا اگر 100 نفر موافق باشه 2 نفر بیاید که نیماده ای هم نظر نیستم، اما 2 نفر کل را اختشاش به اختشاش فکری مواجه میسته. بفرمایید دوست عزیزم شفیعه هستم، خدا معرفی کنین، تلویزیونتان رو پخش کنین.
معمولا دو سایز وقت زنگ میزنین ما یک تاخیر داریم در لاین خود. ما که حالا گپ میزنم این گپ را که شما حالا میشنوین از یک ده پانزه ثانیه پیشتر است. این حال اگر شما از طریق تلویزیون بخواین که کت ما مباحثه بکنین یا نظرتان بتین، او ما شما در این صفحه نمی باشین. نمی باشیم. لطفا از طریق تون صدای ما بشنوین. بفرمایید دوست عزیزم شفیع عرص. بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستی؟ شکر دوست عزیزم. شما خوب هستین؟ شکر زنده باشین. من خود تلویزیون میبینم که شما مصروف هستین. خود شما هستین؟ بله، ما خودم هستم مصروف با شما هستم. اما در تلویزیون که میبینین او از یک ده پانزه ثانیه پیش میباشه بخاطر از این که ما یک تاخیر داریم، یک دی داریم. این حالا چیزی که از من میشنوین این می درست است. خب بازم احترامات تقدیم است. من از مونتریال کانادا شما را زحمت میتونم. اسم شما؟ اسم من عبدال است. یکی از بیننده های خود شما که همیشه برنامه شما را تعقیب میکنم و بسیار علاقمند برنامه شما هستم. تشکر آقای عبدال. و به افتخار زمی که این برنامه را لایف میبینم و بار اول من چانس یافتیم که با شما و تا به لایف صحبت میکنم. انشاءالله در آینده تماس های بیشتر و بیشتر خواهیم داشت. و فعلا همین قمیم که برنامه شما بسیار یک برنامه با ارزش، بسیار یک برنامه که از این دواینده یعنی میتونیم که ما و شما همین برنامه را به حیث یک پل وصل بین ما بگیریم و آیست آیست با هم دیگه یک گوشیم. بله 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 بخیر باشه. بخیر باشه آقای عبدال، زیاد خوش شده. بسیار تشکر دوست عزیزم. زنده باشه. زنده باشه. زنده باشه آقای. زنده باشه. بازم از شما تشکر میکنم آقای. ما و شما بالاخره باید برای نجات وطن خود در هر جای دنیا که هست دست بر. اگر ما و شما در این فکر باشیم یک کس دیگه هم این کار کنه، مثلا بسیاری وقتا ما فکر میکنیم والا این کار کار خوبه، باید شوه، واقعا باید بریم در پیش وایت هاوس در موجهسات شیم، شعار بتیم، شعارهای نوشته شده داشته باشیم و وایت هاوس قناعت بتیم کمی پالیسی امروز نه به نفع مردم امریکاست، نه به نفع افغانستان. امیر بسیاری ها میگه کار خوبه، مگر از امون بسیاری ها کمترشان فکر میکنن که امون نفر کجا میره، یکیش باید ما باشه، باید برادرم باشه، یکیش باید دوست عزیزم باشه که در اینجا رفیقم هست، از یام زنگ میزنم، یام میره. با این ترتیب ما و شما میتونیم یک کار انجام بدیم. بالاخره از یک ملت که زیادتر میبینیم کمک کمتر میگیم و هیچ عمل نمیکنیم، با یک ملت که زیادتر عمل میکنیم، زیادتر فکر میکنیم و اساس فکر عمل میکنیم و زیادتر اسم میگیریم باید تبدیل شیم. تا حال ما به اون ملت تبدیل نشدیم، اما آهسته آهسته باید شیم. دوست عزیزم به خدا معرفی کنین. شفیع عرصم بفرمایید. سلام آقای معلم حبیب. آقای معلم حبیب چال دارین؟ صحت شما خوبه؟ شما خوبه شما. فضل خدا بفرمایید. صحبت های شما بسیار منطقی و دقیق است. من یک نظر خدمت شما ارائه می کنم که اگر کدام جنبش دیگه یا کدام گروپ دیگه که در جای حکومت فعلی یا حکومت اشرف غنی قرار بگیره، ما به خاطر داشته باشیم که در اون وقت بازمی اشرف غنی امر پاکستان دوباره متحد میشه و قضیه یک گروپ بازعمل میکنه. خاطر از این پاکستان در این گروپ اشرف غنی منافع خود میبینه، کاملا هیچ گروپ دیگه نمیبینه، کاملا بدون شک. ما امر بله
من نظر شما رو بهتی تایید بکنم. من تا مده روز گذاشتم من شدم از درک کردن نام خدمت آقای میشنیار که بله دم باید تایید کنم حتما به غیر دوست میکنم تو در جام بسیار فضایی و بسیار خطرناک خود بود لیکن از جریان یا از روز یا پوتنسی باشد یا علماء دانشمندان یا همی کسای بسیار امیده و جمعه در از دولت به بودا یقین داشته باشین که باز این مجاهدین گفتن روی پاکستان یک تکرار کفت باز بودا بلده یمی کلوب اتدام میکنن که باز به خون میشنن مملکت هست و خدمت شما میرو میخواستم هست کنم و شما یک جان بسکنم. بسیار تشکر دوست عزیزم. بدون شک ما مردم افغانستان داریم بدون یک رهبری مردمی که ضعیف و بیچاره و غرق و ناامید و علی از حکومت است و دیگه گروپ های را داریم که زیادتر با پاکستان و کسای دیگه رابطه دارن و اینا به شکل سیستماتیک مک میشن از هر نقطه نظر از سلات تا پیتت خاد غذایی تا کار تبلیغاتی و غیره و غیره. امروز اگر شما برین امیال دمی تی ببینین، صدای امریکا ببینین، رادیو پاکستان ببینین، اکثر از یا نماینده های طالب هسته و اینا به نفع طالب کار میکنن. یک دقیقه در لین باشین دوست عزیزم. اینا ما با یک گروپ کلان از مردم بر رفت و ایر ما شما و ایر ما شما باید که با وجود بیاریم. بالاخره مردم فامیلی ما باید باشه. اگر فامیلی نیستیم باید بفامانیم باشیم. باید در خط اول استاد شیم. این 5 سال است که ما دیجا آمدم. مردم ها کار بودن. مردم ها تدید کردن. مردم ها وقت کردن و غیره و غیره. اما ما نگروخ. ما آمدم دوباره و دلیل با منطق مشکلات مملکت خود از دینی و مذهبی گرفته تا مسائل سیاسی کلش را تشریح کردم. آهسته آهسته یک سال بعد هموطنهای عزیز ما سیاسی نژادی لسانی مشکلی که ما در افغانستان داریم ایرا متوجه میشن. هنوز سخت شدیم. چرا ما این مسائل هیچ وقت گپ نمیزدیم؟ ما فکر میکنیم که گپ زدن روی از این مسائل آرام است و خاطر بی‌اتفاقی به وجود میاره. برعکس خاموش بودن به اتفاق داره. چرا ما هیچ نمیفهمیم چی مشکل در اینجا وجود داره؟ یک گشتوکک است که گریه نمیکنه و مادر شیر نمیتونه. او ضعیف شده میره ضعیف شده میره یک روز دیگه گریه نمیتونه که مادرش بفهمه. بنان در اینجا گپ زدن استدلال مطرح کردن اساس است برای ایجاد یک تفاهم و برای از اینکه ما با هم به یک نتیجه برسیم. عدالت اجتماعی، مساوات در حقوق برای تمام مردم این میتونه که یک منفعت ملی به وجود بیاره. ما در مملکت خود منفعت ملی نداریم. گروپ ها هستیم، اقوام هستیم، قبایل هستیم و هر کس برای منفعت شخصی و قومی و طبقه‌ای و غیره و غیره خود میجنگه. چه منفعت ملی وجود نداره. منفعت مشترک وجود نداره. تا زمانی که اما مردم در افغانستان حقوق مساوی نداشته باشه منفعت مشترک به وجود نمیاد. بنان هموطنان ما بر از اینکه ما یک منفعت مشترک ایجاد کرده باشیم باید برای عدالت اجتماعی برای احقاق حقوق مساوی مردم مبارزه کنند. برای فعلا یک چیز نو مردم ایره با تعجب با سکوت و با دو دشنام جواب میتن. اما یک سال بعد گفتم این که یه میتونه که مردم در یک جهت واحد سوق ده. یک پشتون میفهمه که اکثریت نیست. اگر باشم مهم نیست. هزاره میفهمه که اقلیت نیست. اگر اقلیت هم باشه فرق نمیکنه. یک طبیعه افغانستان استی تمام اتباعی کشور ما باید در جمله اکثریت باشد. اقلیت باید مربوط اونو کسایی باشه که خود مهمتر و چاقتر و فربهتر از درامی بود.
بنان اگر ما برای عدالت اجتماعی مبارزه کنیم، عدالت اجتماعی یک با حقوق مساوی یک عشق با وطن به وجود میاره و او یک منفعت ملی ایجاد میکنه. ایجاد منفعت ملی یگانه راه است که تمام مردم مساویانه دست به هم بتن و مملکت خانه نجات بتن. از این خاطر دوستای عزیزم، این چیزهای مختلف است که با یک دیگه پیوند میخوره و ما و شما باید که بر از او استاد شیم، بر از او قد علم بکنیم، چیزهای منفی خود را پس کنیم، چیزهای مثبت دیگرها را ببینیم. وقتی که هموطنهای ما گپ میزنه کنیم که به محتوای از او گپ توجه کنیم، آیا امو گپ یا گپ درست است یا نه، و بالاخره با اعتیاد بگیریم گپ درست است از هر کسی بقبولیم. اگر این پاکستانی ها یک گپ بزنه که به فایده ما باشه، ما خودم شخصا به او توجه میکنم، گپ ها دکلی خود تحلیل میکنم. بفرمایید دوست عزیزم شفیع عرض. تشکر، خودم معرفی کنین دوست عزیزم. صبور. آقای صبور، بفرمایید. بفرمایید شما درست هست. بابانم بچه هست، منتا یک چیز رو در واضح و خودکنده میخواییم من بباییم. او گلی ما از مردم هست. یه نمیاله. حضرت مجددی را ترزه یا. یا ترکای کابل اعلام کن. 20,000 نفر میره بستشانه ما چی میکنه؟ آلی چرا؟ خوب فهمیدم کل گفه ایتون به شفی جانه نسته که بکنه باور کنی مطلعه نیست که مردم بیچاره هست. کل این گفه میفهمم. نیست از آن نفر میره دستایش و نماش میتونم بیفهمم که یا چکتر خواهن و شرید هستم. بله. این نفر هم برو اینم من برای فاملی میگم در کابل یا بگو به نام خدا بخاطر کوچه، بخاطر منطقه یه وطن هم نیم یک کار خیلی کن، بگه چند میدی این از ما میاره میبینیم همین نسل و همه قسم ساختن از این نسل مثل و نموس لبینی ها و دگاه دگاهی که مثلا سخت یا آغشتر به خود ساختن و یا هیچ بیدار هم نمیشن. مشکل باده نیگه مردم کلشین این کفا میفهمش شما فکر دناره این مردم نمیفهمن اینه میاله چی نگذره. تقریبا اعتیاد زیاد باید بفهمه، اگر نفهمه واقعا بسیار یک تیداد زیاد نیست برادر، یک تیداد زیاد نیست کلش نفهمه که مسئله کجا اینا را میتازن، میخوان غلام بسازن، میخوان برده بسازن، میخوان فقط کنی چند دولت واقشته بکنن و همه چیزشان را از ایشان بگیرن. اما خدا را میگیرن باور کدن این جوانایی را که شما میگن اینانی گفته باستن این جوانایی بزنم که بزن باده رو خدا میگیرد آنون برو بگو میگه ده چند میتی منه. این مشکل کلان شده این ما مسئله که ما باید بلازه بسنه یک یک اندیشه بسیم یک یک از تفکر بسیم که برای در تنگ دستیمه بستک و از نان پیاز شروع که پشت گفت نگرد این پیسا این پیسا دوام دار نیست برای زیر این پیسا را که دارد با دیگه چیزا را میگیرد. این مشکل ما بس شما زیاد در سر زمین فقط در مقید خواست بگید بس لعبای شما در دل کنید. شکر دوست عزیزم. واقعا امریکا در 15 سال آخر افغانستان واقعا به اقتصاد بکر در مملکت که قد گشنگی بود پیسه هایی که در افغانستان یک یاد دیگه یک یاد دیگه از پاسه بوی دلار اینا را حالا یکان دفعه اون شما خو مردم هم میگن که تا جارو کو یا میگه چند میگه ما از اون میترسیم که یک دو سال بعد مادر برازی که اشتو که خود تولد کنه پیسه نخواهد بیا چند میگه که ما یه بچه ما تولد یعنی واقعا همه قدر مفسد ساختن. ما تقریبا 12 سال پیش فکر میکنم کابل رفت افغانستان واقعا خراب یک مخطوبه بود. یعنی اگر یک ریسپان میگرفتین که 30 کیلومتر می بود از امیسه میدان هوایی هم میرفتین تا تنگی هم کیلومتر 30 کیلومتر تا اونموجه که مثلا 40-50 کیلومتر میشه کلگیش خراب بوده. ولی مردم هنوز در درون سینه خود یک قلب باشن یک آتفا و یک مرحمت یک
بعد از اینکه این پیسای که آمد امریکا و این قرضه ای رفتایش هر کس رو پول مجاهدین دیگه امی حقانیت مسئله و موضوع دیگه ایش دوست عزیزم شما میتونید در لین باشین یک دقیقه مترکایی دیگه امی حقانیت از بین را دیگه کلگی برای پیسه کار میکنه ولی رو باید تغییر بدیم کل پیسه نیافت کلگی فقیر است اکثریت فقیره ما هم وطنهای خدا باید از پیش نیش دلار را پس کنیم کمرش را بسته کنیم در دستش یک بیل بدیم را از زمین یک کلاس گندم پرتا کلاس جمع کنه فقیل خود برای فساد باید پایان بدیم و باور کنیم این پیشتر که ما گفت که اونجای رسیده یک مادر که طفل خود تولد پیسه میتونم به این بچه را تولد کنم بفرمایید دوست عزیزم روی خط هستم خدا معرفی کنیم علیکم محترم شفتی و نیاف سلام عرض میکنم بسین تشکر ما نفیسه هستم از کنکور زن میدنم سلام خانم نفیسه خوب هستین انشاءالله تشکر سلامتی خودت از بارگاه خداوند میخواییم تشکر از برنامه های بسیار خوب و باردشت تشکر از شروع برنامه های ما تحقیق میکنیم تا حاله این برنامه های به یک کتاب مشابه است که کتاب بسیار به درد بخور شکر اما خوشبختی در این حال اینجا که اگر یک کتاب نوشته میکردی و دسترس هموطنان میگذاشتی ممکن او را کسی و قدر به دسترسش نمیدستی بله دنیایی که ما تیت پرک هستیم بله. اما ما خوشبخت هستیم امروز که وسایل رسانه ها فرق زدنی و فلق زدنی به تمام هموطنهای ما میرسد از سر تا سر جهان بله. که ما هر ورق برنامه تا که مشابه یک کتاب از ورق میزنیم بر ما موزنده است در تشکر لطف میکنیم قلب ما را پاک میسازه و ذهن ما را در کار مندازه ما باید به خوبی درست بشنویم و اتفاق داشته باشیم دور خود جمع شویم و به پای استاده شویم تا یک کار از دست ما به یک فرد نمیشه از دست جمعی کار کنیم کاملا کتاب ارزشمند است بازم من تکرار کردم بازم زحمت زیاد میکشی تشکر از زحمت زیادت ما باید ما خطاب و فشار زور ما سر حکومت های فاسد خود ما باشد کاملا که در گذشته ها نتونستن که در نزدیکترین یک قریه که نزدیک پایتخت است یک مکتب ابتدایه ما داشته باشیم خونمون ریشه های بدبختی است که تو امروز ما ثمرش میبینیم هر گشایی را بر خود یک بهشت روی زمین ساخته بودن کال هم ساختن اما مردم بیچاره در دور پیش ارگشایی حلاق بودن و امیول هم حلاق هستن تشنه علم و دانش تشنه نان تشنه آرامش ما از خودت تشکر میکنیم که خودت در سطح اول سال شدی ما دو همه توانمندی که در وجود خود داریم در دسترس خود داریم در سطح اول با خود تصداد شویم از وطن خود دفاع کنیم کمک کنیم با شما که شما علمبردار واقعی در سطح اول هستیم تشکر میکنم خانم نفر آیست آیست میشم تشکر از تمام دوستان که نظرات بسیار نیک قابل قدر و قابل استفاده همه شنونده هست بسیار زیاد تشکر دوستان سلام بگوین خدا حافظت به عنوان خدا بدون شک ما باید دست به دست و این میرسد او جایی که ما با دست های خود با یکی و با قلب های خود و با طرز تفکر خود با هم دیگه امروزی پیوند ها از هر زمان که سیخ هسته. مردم ما از نقطه نظر فکری با هم موافق از نقطه نظر افغانی با هم موافق
از نقطه نظر انسانی با هم پیوند نمیخورن. هر کس به شکل ترسیده ترسیده در یک جای دیگه از یک جای میتونن کمک خلی خودن دون از ایک اتفاهم. ما در فیسبوک ها ببینین چقدر نفر ها نام اصلی خود عطا نمیگذارن. برای چی نمیگذاریم؟ معمولا مردم میگذارن شما اگه اندیا را ببینین را ببینین. اما ما کمتری کار میکنیم که نام های اصلی به خاطر که یک رقم هست که خود ما در جلد خود ما خود راحت حس نمیکنیم. فکر میکنیم که ما در امی اسکلیت که هستیم و در امی جلد که هستیم احتمال داره یک آدم قابل پذیرش دیگرانه باشیم. احتمال داره که ما نتانیم نظرات خود ابراز بکنیم. اینال ما در اونوخت آرام است نمیکنیم و این یک مشکل کلان است. ما فکر میکنم که آیستا آیستا باید خود ما اول با خود ما باشیم. خود ما خود اجازه بده خود ما باشیم. طرز تفکر خود بتانیم ابراز و بتانیم با دیگر ها هم نظر شویم و باز بعد از او مردم دیگر آیست آیست که خودشان شود. یعنی تا زمانی که ما از خود بودن بترسیم و در خود نتانیم برسیم، دست خود گرفته نتانیم و دیگران نمی رسیم. از این خاطر است که ما باید اجازه بدیم که نظرات خود ابراز بکنیم. شاید نظرات ما درست نباشه، شاید اشتباه داشته باشه، اما وقتی که شما به نام خود نظرتان ابراز میکنین که ما غلام علی سبینی نظر من، اینجا یک مباحثه میشه. شما میشه کمی اگه سه نظر شما درست باشه یا کل نظر شما و یک آدم دیگه از یاد بیره یا یک آدم دیگه نظر درستتر داشته باشه برای شما برادرانه و دوستانه بگه و شما از یاد بیره. تا وقتی که ما نظرات خدا صادقانه و با یک تفکر و یک دیگه شریک نکنیم، ما نمیتونیم که به یک دیگه برسیم. بفرمایید دوست عزیزم شفیع عیارست. بفرمایید. شفیع جان، سلام برادر عزیز. سلام عرض میکنم. بفرمایید. اسم شما؟ من غزال تیموریستم از مراقب کالیفرنیا. خوب خانم تیموری. بفرمایید. من میخواستم برسن بگویم که من از سفر دیده داشتم که برای مادر بزرگوار شما آشنایی داشتم. ایشان در مسجد اوکلند در کالیفرنیا بودن. می آمدن بر موقع برمایت بشانه بشانه یا جایی با نزده حضرت زینه بر آمدن داخته. بسیار. یک زن روسیه فرشته از سفر بودن. همچنان شما رو در مسجد اوکلند دیدم در روزه فاتحی خواهر شما. نمون جمع به شما سلام از بی سلام دیگر بر نامایتان دوستی بسیار که دام مزنده است و همیشه ما میتونم این بوکنی من میخواستم که یک پرابلم شخصی من خودم به شما در میان بگذارم. من شما را در مسجد اوکلند که دیدم. من دو فرزند دارم، یک دختر 16 ساله دارم و یک دختر 11 ساله. شما اونا را معرفی شدین در اون مسجد که دیدونه که در من بچه شما دو سالی ما از دو چیزی که خودشان من حیثیت یک شخص دفاین میکنم اصلا خوش نداره و او میگه که من دو چیز هستم که یکی من مسلم هستم و یکی من افغان هستم و من از هر دوی از استفاده نسبت دارم. خاطر تمام چیزایی که به دنیا میشه و به مخاطر میشه و ما فجایی و من اصلا هیچ یک صفت خوبه در افغان ها نمیبینم. من نمیخوایم که افغان باشم، من نمیخوایم که من حیث فرمان شناخت باشم، من نامنه ایک نداره به این جفتا حتی از اسمش که حسن از خوش نداره. بگم یک پرابلم است که من بسیار خوشش میکنم تمرش مجادله کنم. داشت همیشه میگم که اگر افغان خوب باش داد نمیخوایی خود مجبوری که افغان بوید در بگیر چیز هرچی که تو باشی فقط خوب باشی و در خوب باشی. اما همشه هم میگه که من نفرت دارم از افغان بودن و از افغان بودن. این هم که نمیشه میکنن در اینجا یکیم که مسلمان ها چه میکنن در دنیا یعنی هیچ کدامشان چیزی که در کتابشان آمده تقییر نمیکنن. مسلمانی بسیار یک بیرش ها
خندی شده میخواستم مثلا چیزایی رو برمان میگه مقابلش جواب ندارم برش برمان هستم به چیزا برمان میگه که افغان ها وقتی که در مسجد میرن مردا از یک تا شام به مسجد میشن خانم ها از یک تا شام به مسجد میشن در داخل مسجد یکی دیگر رو نمیبینن اما وقتی که در اوزیسی ها میگه کلی که چه رفت میکنه مثلا میگه که اگر اسلام گفته مثلا بابتدگی بابتدن نظافت ما هر جایی که میریم کسیفترین جایی ها کسیفترین دستان ها دفان ها در اون مومت ها از پاکستانی ها بسه کسیف هست و اصلا آدم براد هم نمیشه که نام خودن برن چیزایی میگه که یعنی راستی واقعا خودش بسیار که برش مهم هست و راستی نشان دم میگه یک صفت مسلمانی یا یک اخلاق اسلامی رو نشان نمید. میخواین ما گپ بزنم؟ خلاص شده؟ شما اگر کدام جواب برفتی داریم ما دارم بشنام برای. سر تشکر خانم. ما اموش روزی اموش شوی بار از مادر عزیز ما میاد کار ما بعد از سالای از ما امروی مادرم بسیار نیست و یکان دفعه فکر میکنم که یک قسمت مادرم در ما زندگی میکنه شما با مادرم بوده باشین حتمی خنده مادرم مذاق مادرم مادرم مالا شما شما و این یک قسمت از مادرم است که در ما زندگی کنم. خوارم یک خوار عاجز بود. بسیار یک خانم خوب بود. یک آشپز بسیار خوب بود. همیشه یک کیک مزه‌دار داشت که سر زبانم می باشه. باز عکس مادرم در سر زینای ما که شما هر صبح در اموج زدگی با ما هر روز بسیار در سر عکس. و تشکر از این. اما در قسمت بچه شما بگویم بچه هوشیار دارین این یک چیز نیست که ما شما وارد اولادای ما بر شما عرض کنم که با مراتب از ما صادق تر در یک فضای که با مراتب از فضای ما کلان شدیم صادق تر است ما در مملکت خود با وجودی که اکتیاد ما شاید نکنیم مردم بسیار متظاهر مردمی که در ظاهر یک چیز بود در باطن دیگر چیز او وقتا باز هم نسبتاً خوب بود اما امروز بسیار خرابتر شده یکی صمیمیت ها و صداقت های دوستی ما درست بوده او ما و شما واقعا صادق وقتی که در مسائل مذهبی ما میشد بسیار متظاهر میشدیم بسیار مزور میشدیم بسیار دورنگ و دروی میشدیم بچه شما ای را به صادقانه و دقیق ده شما یک خانم مذهبی سین و ما فکر میکنم که ما بچهک و دخترک ما را هم به یاد میارم وقت شاید اردوش خورد بود و اردوشان بسیار دو طفل هوشیار و نامخدم مقبول بود یعنی اگر ما اشتباه نکنم ما فکر میکنم یک کمور واره یادم میارد شما اولادتان را میبرین مسجد و قسمی که ما از شما او رو زیدم فکر میکنم که یک آدم مذهبی یک کامل مذهبی است اولادتان همیشه میبرین مسجد اولاد ما از دید ما نمیبینه در یک فضای دیگه یا کلان میشن و یا دقیق تر از ما میبینن یا مجبور نیستن که مثل ما دروغوی کلان شد یک یاد ما میسازیم اولاد خود دروغوی چون سرشان فورس میکنیم دختر ما دبیرو که بچه دوست است اما دخانه کیمیای امت یک جاب چالا میزنه که والا می ملائک فکر میکنه که امیره که ما دیدم غلط کردیم این همون نبوده باید بفهمیم که در این مملکت این اولادا که کلان میشه و ما نیست که کلان میشه و قابل نیست که در او جنفس بکشن و در او فرهنگ و کلچر کلان نمیشن یک فرهنگ و کلچر دیگه کلان میشه که مردم صادقانه چیزی که هست امور میگه یک آدم گیست در افغانستان یک آدم رابطه جنسی داره با یک مرد تا که بموره او را کس نمیفهمه اما در اینجا یک آدم میگه من اینمی رابطه را دارم
یعنی یک کار یک کار خراب ای رقم ما تایید نمی کنم که آوالا خیر ایگه باشد. ما او رقمی نیستم و او رقم فکر نمی کنم. یک یاد مردم شاید از نقطه نظر طبابت اما تا باشه هورمونای بدنش او را ما باید اندرستند کنیم بفهمیم. اما بچه شما با یک صداقتمندی کلان شده نمیتونه که در یک جلد بگنجه که ایجش سفید باشه ایجش سیاه باشه. بچه تانه ما گفتین حق و گفتین بچه یک آدم خوب باشه. این بسیار یک معیار خوبه. اولادتان بانین که در جلد خود کلان شود خودش باشه، صادق باشه، راست باشه، با عزت باشه، با آبرو باشه، با در نظر داشت فرهنگ که این مملکته. در غیر از او شما فاصلتان از اولادتان زیاد شده میره، اولادتان از شما زیاد شده میره و هیچ چیز به دست نمیرین. شاید که بتانین سرنوشت اولادتان خراب، شاید رابطه فامیلیتان خراب. ما خودم هم یک آدم پرفکت نیست. ما در امیج بامی طرز تفکر که خودت داری کنان. ما از افغانستان آمده. تون و فقرات فرهنگی ما از اوج است. ما عین اساسیت ها و عصبیت ها دارم. اما بالاخره بعد سالهایی که در این مملکت زندگی میکنی باید قبول کنی که یا امریکان است. ما افغان امریکان روی اولادای عزیزتان رو بود. همین قسمت گپ مره برای بچه تان بمانین باید مالن برای دخترت. و ما از شما سپاس را کردین. کسای دیگه هم میره میشنون برای از اونا هم یک سرمشق شد. و از همه که در مهمتر اتفال داره بچه عزیزتان وقتی که همی گپ بشنون یک کم خوش شد که افغان ها اوقدر هم بد که اونا فکر میکنن نیست. اونا هم باید بفهمه که ما از یک فرهنگ دیگه میاییم. ما از یک باغ دیگه میاییم با یک میوه دیگه. نا یک باغ دیگه با یک میوه دیگه کلان شد. ولی اگر با هم کم کم نزدیک بیاییم یک دیگر تعامل کنیم بشیم یک فامیل خود. شما را به خدا مسپارم خانم موری عزیز. وقت برنامه ما پوره شده یک دو سه دقیقه دیگه مونده. اگر شما احیانا تلفن کردین یک تلفن دیگه تانم میگیرم. در غیر از ما یا شما را به خداوند بزرگ میسپارم تا یک شنبه دیگه که ما دوباره در خدمت شما میباشم. ساعت 7 شام به وقت کالیفرنیا، ساعت 10 به وقت نیویورک و به همین ترتیب در افغانستان احتمال داره ساعت 6 صبح شام باشه یا 8 ببخشید ساعت شاید ولی ها مو حدود شاید باشه. با دو سایتان اطلاع بتین آیست آیست میتونیم با هم یاد بگیریم. این برنامه ما برنامه شما است. برنامه هایی را که ما از قبل ثبت میکنم و برنامه هایی ماست. شما را به خداوند بزرگ میسپارم. امیدوارستم که دوستای ما در اتاق تکنیک ما را از دفعه بیرون بکشن. یک دفعه نشه که نام متوجه نشن و ما در اینجا بخیزم و کلگی بیدن که آه رفتن و زام صفحه تاریک مانده. و ما را به خداوند